کتاب قدرت باور یا دارونما، نویسنده دکتر جو دیسپنزا، مترجم روزبه ملکزاده. قدرت باور، ذهنتان را به ماده تبدیل کنید. قدرت باور راهنمایی است برای خلق معجزه در جسم، سلامتی و زندگی افراد. این کتاب فوق‌العاده است. شاید این کتاب تنها نسخه‌ای باشه که تا آخر عمر به آن نیاز دارید. مقدمه. من هرگز برنامه‌ای بر این کارها نداشتم. کارهایی که در حال حاضر انجام می‌دهم، مثل سخنرانی، نویسندگی و تحقیق، خودشون من رو پیدا کردن. برخی از ما برای اینکه بیدار شویم به ندای بیداری نیاز داریم. در سال 1986 این ندا به گوش من رسید. در یک روز زیبای آبریلی در جنوب کالیفرنیا بخت با من یار بود و یک ماشین شاسی بلند در مسابقه سگانه پالم اسپرینگز من را زیر گرفت. این اتفاق زندگی من را تغییر داد و من را وارد این مسیر کرد. آن زمان 23 سالم بود و به تازگی در کالیفرنیا کسب و کار کایروپراکتیک را شروع کرده بودم. چندین ماه برای این مسابقه سگانه تلاش کرده بودم. بخش شنای مسابقه را تمام کرده بودم. در بخش دوچرخه سواری بودم که این اتفاق افتاد. پیچ تندی در پیش داشتم و می دانستم که در آن بخش از مسیر ماشین ها نیز رفت آمد می کنند. افسر پلیس که پشتش به ماشین ها بود با دست به من اشاره کرد که به سمت راست بروم و مسیر مسابقه را دنبال کنم. من داشتم تمام تلاشم را می کردم که روی مسابقه تمرکز کنم. به همین دلیل چشم به این افسر دوخته بودم. در سر آن پیچ از دوچرخه سوار سبقت گرفتم و ناگهان شاسی بلند قرمز رنگی با سرعت 90 کیلومتر بر ساعت از پشت سر با من برخورد کرد. ناگهان به هوا خواستم و با پشت به زمین اصابت کردم. سرعت ماشین زیاد بود و راننده اش هم که پیرزن سالخورده ای بود سرعت عمل چندانی نداشت. همین که به زمین خوردم سپر ماشین هم به من اصابت کرد. سپر ماشین را به سرعت گرفتم تا ماشین از رویم رد نشود و بین آسفالت و ماشین له نشوم. تا راننده به خودش آمد و فهمید چه اتفاقی افتاده، چند متری من رو روی آسفالت کشید. بالاخره ترمز کرد و ماشین ایستاد، اما من 20 متری روی آسفالت سر خوردم. هنوز هم صدای دوچرخه ها رو به یاد دارم که به سرعت از کنارم رد می شدن. دوچرخه سواران بیچاره نمی دانستن که آیا نگه دارن و به من کمک کنن یا مسابقه را ادامه دهند. فقط می توانستن داد و فریاد کنن. من بی اختیار روی زمین افتاده بودم. معلوم شد که 6 تا از مهره های کمرم شکسته. مهره های 8، 9، 10، 11، 12 سینه‌ای و مهره 1 کمریم کاملا خرد شده بودند. من را به بیمارستان بردم و به من گفتند که باید جراحی انجام بدم. من می دانستم که بعد از جراحی تا حدودی معلول به حساب میام و مجبورم تا آخر عمرم نوعی درد مزمن را تحمل کنم. ناگفته پیداست که من به هیچ وجه از این گزینه خوشم نمی آمد. اما اگر جراحی انجام نمی شد بدون شک فلج می شدم. من موافقت نکردم. من را به بیمارستان لاجولا منتقل کردن تا به خانم نزدیکتر باشم. در آنجا نظر دو پزشک دیگر را نیز پرسیدم که یکی از آنها بهترین جراح ارتوپد جنوب کالیفرنیا بود. همانطور که انتظار می رود هر دوی این پزشکان گفتند که باید جراحی انجام شود و میله هارینگتون در کمر من کار گذاشته شود. همه پزشکان حرف مشابهی می زدن. یا باید عمل جراحی انجام شود و یا فلج می شوی و دیگر نمی توانی راه بروی. راستش را بخواهید اگر چنین بیماری را به خود من هم نشان می دادن همین را می گفتم. این کم خطرترین گزینه بود، اما من این گزینه را انتخاب نکردم. شاید آن زمان جوانی و گستاخی هم باعث شده بود این کار را بکنم. به هر حال تصمیم گرفتم که مدل پزشکی و توصیه متخصصین را قبول نکنم. من معتقدم که در درون هر یک ما نوعی هوش و آگاهی نامرئی وجود دارد که به ما زندگی می بخشد.
این هوش در هر لحظه از ما حمایت می کند، ما را نگه می دارد، از ما محافظت می کند و ما را شفا می دهد. این آگاهی از دو سلول چیزی حدود 100 تریلیون سلول تخصص یافته ایجاد می کند. قلب ما را 10,000 بار در طول روز به تپش وامی دارد و در هر ثانیه 100,000 واکنش شیمیایی را در هر سلول ترتیب می دهد و بسیاری کارهای شگفت انگیز دیگر. آن زمان با خودم گفتم اگر این هوش واقعی است و اگر با اراده، آگاهی و عشق تمام این کارهای فوق‌العاده را انجام می دهد، پس بهتر از توجه هم را از محیط بیرون بردارم و به محیط درون معطوف کنم تا بتوانم به آن وصل شوم و با آن ارتباط برقرار کنم. من در ذهن خودم می دانستم که بدن اغلب اوقات می تواند خودش را شفا دهد، اما حالا می بایست ذره به ذره این فلسفه را به کار ببندم و شناختم را به مرحله جدیدی برسانم تا شفای جسم را در عالم واقعیت تجربه کنم. و چون جایی نمی رفتم و کاری هم نمی کردم، فقط روی شکم خوابیده بودم، تصمیم گرفتم که دو کار را انجام دهم. اولا هر روز تمام توجه خودآگاهم را به این هوش درونی معطوف می کردم و به آن نقشه، الگو، ویژن و دستورات دقیقی می دادم. سپس شفای جسمم را تسلیم این ذهن برتر و قدرت نامحدود آن کردم و می گذاشتم من را شفا بدهد. ثانیاً اجازه نمی دادم هیچ فکر ناخواسته‌ای از چشمان هوشیارم پنهان بماند. راحت به نظر می رسد مگه نه؟ برخلاف توصیه تیم پزشکان تصمیم گرفتم که بیمارستان را ترک کنم. بعد با آمبولانس به خانه دو تا از دوستان صمیمیم رفتم و به مدت 3 ماه در آنجا ماندم و روی شفای بیماری تمرکز کردم. من مأموریتی داشتم. تصمیم گرفتم که هر روز ستون فقراتم را مهره به مهره بازسازی کنم و به این آگاهی نشان بدهم که چه می‌خواهم. البته اگر به تلاش‌های من توجه می‌کرد. می‌دانستم که برای این کار باید حواسم را خوب جمع کنم. یعنی باید ذهنم را در لحظه حال نگه می داشتم. نه به گذشته فکر می کردم، نه نگران آینده می بودم، نه به شرایط زندگی بیرونی فکر می کردم و نه روی درد و علائم بیماریم تمرکز می نمودم. وقتی با کسی وارد رابطه می شویم خوب می دانیم که چه زمانی حواسش هست و چه زمانی حواسش نیست، مگه نه؟ آگاهی همان هوشیار است. هوشیاری توجه کردن است و توجه کردن به معنای حضور و دقت کردن است. در نتیجه این آگاهی خوب می دانست که آیا من حواسم هست یا نه. در زمان تعامل با ذهن خودم باید حواسم را خوب جمع کردم. باید حواس من مانند حواس او می شد. باید اراده من مانند اراده او می شد و ذهنم نیز مانند ذهن او می شد. بنابراین دوبار در روز به مدت 2 ساعت به درون خودم می رفتم و تصویر نتیجه مورد نظرم را در ذهنم ایجاد می کردم. ستون فقرات کاملا سالم. البته متوجه شدم که آگاهی و تمرکز چندانی ندارم. خیلی خنده دار است. متوجه شدم که وقتی بحران یا مشکلی گریبان ما را می گیرد، ما به جای اینکه انرژی من را صرف فکر کردن به خواستمون کنیم، بیشتر انرژی و توجهمون رو صرف فکر کردن به چیزهایی میکنیم که آنها را نمیخواهیم. در چند هفته اول من نیز در همین دام افتادم و تمام لحظاتم این گونه سپری شد. وقتی داشتم برای ایجاد زندگی مورد نظرم و ترمیم ستون فقراتم مراقبه میکردم، ناگهان به خودم میامدم و میدیدم که دارم به صورت ناخودآگاه به همان چیزهایی فکر میکنم که جراحان چند هفته قبل من گفته بودند. اینکه به احتمال زیاد دیگر نخواهم توانست راه بروم. در درون خودم سرگرم بازسازی ستون فقرات بودم که ناگهان متوجه می شدم دارم به فروش دفتر کایروپراکتیک فکر می کنم. داشتم در ذهن خودم راه رفتن را فراخوانی می کردم، اما ناگهان متوجه می شدم که دارم به این فکر می کنم که اگر باقی عمرم را در ویلچر سپری کنم زندگیم چگونه خواهد بود. فکر می کنم منظورم را فهمیده باشید.
هر بار که کنترل توجه هم را از دست می دادم و ذهنم به افکار نامربوط معطوف می شد، از اول شروع می کردم و کل فرایند تجسم را از ابتدا انجام می دادم. کار سخت و طاقت فرسایی بود و راستش را بخواهید یکی از سخت‌ترین کارهایی بود که تا آن زمان انجام داده بودم. اما با خودم می گفتم که این تصویر نهایی باید واضح، بی آلایش و بدون وقفه باشد. اگر می خواستم این آگاهی تواناییش را به نمایش بگذارد، باید از ابتدا تا پایان هوشیار می ماندم. نباید هوشیاریم را لحظه ای از دست می دادم. 6 هفته تمام با خودم جنگیدم و تلاش کردم که در پیشگاه این آگاهی حاضر شوم و بالاخره توانستم فرایند بازسازی درونی را به طور کامل انجام دهم، طوری که دیگر لازم نبود دست از کار بردارم و از نو شروع کنم. اولین باری که توانستم این کار را انجام دهم خوب یادم هست که چه حسی داشتم. مانند این بود که بالاخره توپ را داخل سبد انداخته باشم. احساس کردم که کارم رو درست انجام دادم. قلق کار دستم آمده بود. احساس کمال، رضایت و یگانگی می کردم. این اولین بار بود که حقیقتاً در جسم و ذهنم احساس آرامش و حضور می کردم. هیچ گفتگوی ذهنی در کار نبود. نه تحلیلی، نه فکری، نه مشغلهی، نه و نه تلاشی. گویی دیگر هیچ گونه از مسائل آینده و گذشته که باید نگرانشان می بودم برایم اهمیتی نداشتند. آنچه من داشتم یاد می گرفتم یکی از اصول اصلی فیزیک کوانتوم بود. اینکه ذهن و ماده از هم جدا نیستند. اینکه افکار و احساسات ناخودآگاه و خودآگاه ما نقشه‌ای هستند که تقدیرمان بر اساس آن رقم می خورد. ذهن انسان و ذهن امکانهای لایتناهی، میدان کوانتومی از پایداری، سرسپردگی و تمرکز لازم برخوردار است و میتواند هر آینده بالقوه‌ای را محقق کند. برای تحقق واقعیت آینده‌ای که به صورت بالقوه وجود دارد، لازم است این دو ذهن با هم کار کنند. من پی بردم که از این نظر همه ما مستقل از نژاد، جنسیت، فرهنگ، جایگاه اجتماعی، تحصیلات، باورهای دینی و حتی اشتباهات گذشتمون میتونیم آفریننده باشیم. 9 هفته و نیم بعد از تصادف بدون هیچ گونه جراحی و عملی بلند شدم و زندگیم را از سر گرفتم. من به طور کامل خوب شده بودم. در هفته 10 توانستم مطبم را باز کنم. فرایند بازتوانی را ادامه دادم و در هفته 12 دوباره ورزش و بدنسازی را از سر گرفتم و امروز که حدود 30 سال از آن تصادف گذشته با صداقت تمام میگویم که از آن زمان تا کنون به ندرت دردی در کمرم احساس کردم. اما این پایان ماجرای من نبود. تا جای تعجب ندارد که من دیگر آن انسان سابق نبودم. از بسیاری جهات تغییر کرده بودم. من به واقعیتی رسیده بودم که هیچ یک از اطرافیانم نمیتوانستن آن را درک کنند. نمیتوانستم با بسیاری از دوستانم ارتباط برقرار کنم و نمیتوانستم به آن زندگی سابق برگردم. چیزهایی که زمانی برایم مهم بودند دیگر هیچ اهمیتی برایم نداشتند. من سوالات بزرگی از خودم میپرسیدم، مانند من چه کسی هستم؟ معنای این زندگی چیست؟ من در اینجا چه کار میکنم؟ هدف من چیست و خدا چیست؟ بعد از مدتی از ساندیگو نقل مکان کردم و به شمال غرب اقیانوس آرام رفتم. مدتی بعد در نزدیکی شهر ایالت واشنگتن کلینیک کایروپراکتیک خودم را احداث کردم. اما ابتدا گوشه عزلت گزیدم و به مطالعه در مورد معنویت پرداختم. به مرور زمان علاقه زیادی به مبحث شفای خودجوش پیدا کردم. شفای خودجوش پدیده ای است که در آن افراد بدون مداخله پزشکی، یعنی بدون جراحی و دارو، از دست بیماری های جدی و کشنده رها می شوند. در شبهای دراز و غم انگیز بعد از تصادف
با این آگاهی عهد کردم که اگر دوباره بتونم راه بروم، تمام عمرم را وقف و بررسی و تحقیق در مورد پیوند ذهن، بدن و مفهوم ارجحیت ذهن بر ماده کنم. اکنون 3 دهه از آن زمان می گذرد و من زندگیم را وقف همین کار کردم. من به کشورهای مختلف می رفتم و دنبال کسانی می گشتم که به بیماری‌های مختلف مبتلا شده بودند و با روش‌های مرسوم و غیر مرسوم تحت درمان قرار گرفته بودند. بیماری این افراد یا ثابت مانده بود یا بدتر شده بود تا اینکه ناگهان به طور کامل خوب شده بود. من با این افراد مصاحبه می کردم تا تجربه‌های مشترک آنها را پیدا کنم و علت بهبودی آنها را درک و سپس ثبت نمایم. من در حال حاضر 1 دوره آنلاین 7 ساعته مقدماتی دارم و همچنین سالانه شخصاً 9 الی 10 کارگاه گام به گام 3 روزه و 1 یا 2 کارگاه پیشرفته 5 روزه برگزار می کنم. در کارگاه پیشرفته تمام دانشمندانی که گفتم با تجهیزاتشون حضور دارن و تمام تغییرات مغزی، تغییرات عملکرد قلب، تغییر بیان ژن و تغییرات انرژی را در کارگاه اندازه‌گیری می‌کنن. نتایج این اندازه‌گیری‌ها فوق‌العاده‌ن و پایه و اساس این کتاب را شکل می‌دهن. از خودم پرسیدم اگر بتوانیم کاری کنیم که فرد به جای عوامل بیرونی به خودش اعتقاد داشته باشد چه می‌شود؟ اگر فرد باور کند که می‌تواند وضعیت درونی خودش را تغییر دهد و حالت وجودی شخص دریافت کننده دارونما را در خودش ایجاد کند چه می شود؟ آیا شرکت کنندگان کارگاه ها به همین شیوه شفا نیافتند؟ آیا مردم برای تغییر حالت وجودیشان واقعا به قرص یا آمپول نیاز دارند؟ یا اگر به مردم یاد بدهیم که دارونما چطور کار می کند می توانیم به آنها کمک کنیم به این حالت برسند؟ هدف این کتاب نیز همین است که به شما نشان دهد که تمام تجهیزات زیستی و عصبی لازم برای این کار را در اختیار دارید. هدف من اینه که این مفاهیم را در پرتو علم جدید توضیح دهم تا افراد بیشتری به آن دسترسی داشته باشند و با تغییر حالت درونیشان بتوانند تغییرات مثبتی را در زمینه سلامت جسمی و دنیای بیرونشان پدید بیاورند. اگر باور این ادعا برایتان سخت است، همونطور که قبلا گفتم در پایان کتاب برخی از تحقیقات کارگاه‌هایم را آوردم تا به شما ثابت کنم که دستیابی به این هدف کاملا امکان پذیر است.